خانم یه تلفن از وصل کنم. کیه؟ یکی از مشتری ها. چی میخواد؟ شکایت داره، میگه خونه که اجاره کردن ارزشش کمتر از پولی که ازش گرفتیم. چیکار باید بکنیم الان؟ نمیدونم، ولی میگه باید ما با تفاوت پولشو بهش بدیم. راست میگه؟ یه خونه متوسط اجاره کرده توی جای متوسط، ولی شاید صابخونه خوب رسیدگی نکرده. من نمیدونم، بگو بعدا زنگ بزن. آخه یکی دوتا نیستن خانم، چند تا تماس داشتیم امروز. چند تا؟ هفته. هفته؟ چه خبره؟ البته هفته درصد خیلی بالایی نیست تو هزار تا. هزار تا؟ بله، امروز هزارمین نفر اپ ما رو نصب کرد تو گوشیش. خب حالا بعد چیکار کنیم؟ ببین اسکی، تو واقعا فکر کردی من یه کاره ایم؟ نه خب آخه وقتی جلسه رو برگزار کردین خودتون فکر کردم حتما هستین دیگه. ببین من نمیدونم، خود برو باش حرف بزن، با این مبلغ کمی راضیش کن تا من به رامین یه زنگ بزنم ببینم چی میگه. باش. چشم. سلام. سلام. چه خوب شد اومد، داشتم تو رو میگرفتم. تو اینجا چی کار میکنی؟ رونا حالش خوب نبود، من مجبور شدم بیارمش. یه جلسه هم بود، با اونا هم حرف زدم. تو رفتی تو جلسه؟ آره. رونا کجاست؟ گفتم که حالش خوب نبود، رفت خونه. جلسه با همون شرکت تبلیغاتیه بود؟ آره، گفتم مدیر فنی شرکت هم. تازه سرخود گفتم از اپ ما استفاده کنین تبلیغ برین، چند درصد به ما میرسه؟ گفت 20%. گفتم 20% کمتر از 40%. حرفشو نزن. سلام. خوبی؟ سلام. بفرمایید. آقای نظری. چی میخوایی اینجا؟ سلام. سلام. فقط اومدم بگم دختر شکایتشو پس گرفته. مطمئنی؟ آره مطمئن. تو الان باید نگران خانوادت باشی. پسره اومده اینجا، هرچی از دهنش در اومده به خواهرت گفته. کامیار مزخرف نگو. خب باورت نمیشه از اینا بپرس. نمیدونی چه حالی داشت. خیلی حالش بد بود. خداحافظ. من دیروز اینجا نبودم، واسه رونا اتفاقی افتاده؟ والا حقیقتش دیروز که شما تشریف نداشتین، آقای جوامردی اومدن، بعد یکم با خانم نظری بحثشون شد، حتی حال خانم نظری بد شد، ما زنگ زدیم اورژانس اومد، ولی خب خدا رو شکر چیزی نبود. آرش. خیلی بهت زحمت دادم. این چه حرفی آقا؟ شما همیشه به من لطف داشتید، دستمزد منم هم که همیشه به موقع دادین. دستمزدی که من به تو دادم قدر کمک و زحمتی که برای من میکشی نیست. میخوام یه خود پول بریزم به حسابت. میشه شماره کارتو تو بهم بدی؟ آقا اگه اشکال نداره نقدی بهم بدی. نقدی ندارم، کارتی برام آسون تره. آخه آقا من کارتم رو گم کردم، این مدت هم متاسفانه اصلا وقت نکردم برم کارت جدید بگیرم. حالا عجله ای هم نیست، هر موقع گرفتم شمارش رو براتون میفرستم. الو مرتضی. سلام، چطوری؟ خوبم الحمدلله. چه حال، چه خبر؟ باشه باشه، یه سر بیام اونجا. خدا حافظت.
میگم منو تا ماهی سرا میبری؟ الان آقا؟ آره یه اتفاق افتاده باید حتما یه سری بزنم اینجا. راستش آقا من باید برم جایی الان، قول دادم. چیه؟ دیگه از کمک کردن به من خسته شدی؟ این چه حرفی آقا؟ پس منو ببر به ماهی سرا. چشم حتما. خیلی برام سخته که ماشین بگیرم. کارم داشتی؟ دیروز بهرامی اومده بود به کارگراش اینجا لشکر کشی. که چی؟ میگفت که ما جمع کنیم و ماهی سرا رو تحویل اونا بدیم تا مشغول شن. مگه مالکیت ماهی سرا رسماً به نام اون شده؟ اینطور میگفت. جهر بس اون بالا گرفت ولی فایده نداشت. تا اینکه خانم جوامردی یه چیزی بهش گفت که مجبور شد بره. چی گفت؟ گفت رقم مزایده رو اون به سامان گفته. اون گفته سامانم به بهرامی گفته. در واقع خائن اصلی اون آقا. همه آتیشک بود اون بلند میشه. اگه رقم مزایده رو نمیگفت اینطوری نمیشد. شادی به نظر دختر خوبیه. اون تمام سعیشو میکنه که به ما کمک کنه. این روزا آقا همه به نظر خوب میرسن ولی باطنشون یه چیز دیگه است. شما باید خیلی دقت کنید. شاید ناخواسته از دهنش در رفته. سامانم رفته اون مردک بهرامی گفته. من خودم باید با شادی صحبت کنم. الان کجاست؟ از صبح که نیومده. فکرم نمی کنم دیگه پیداش بشه. حرفی که شادی زده اهرامی دیگه رسماً نمیتونه ادعای راجبه اون زمین داشته باشه. منم از فردا شکایتمو رسماً شروع میکنم. تکلیف ماهی سرش میشه آقا. خودت مواظب همه چی باش. همه چی رو زیر نظر داشته باش. چشم آقا. خیالتون راحت. با اجازتون آقا. برم یه زنگ بزنم بعدم میام. برو. خیلی رو داری. زدی پسرش رو کشتی. باش رفته دیم بر اون بر. آدم هم انقدر پر رو. چه بلایی میخوای سر بدبخت بیاری؟ به تو مربوط نیست. تو اصلا کامیاره کجا میشناسی ها؟ برای چی کیف من دادی بهش؟ کامیار بچه محل من قصهش به تو نمیخوره. شانس آوردی گفته کار به کارت نداشته باشم. وگرنه همینجا جلوی بابای آقا پشما از همین درخت آویزونت میکرده. برو.
چی شده؟ تو بهم بگی چی شده؟ نمیفهمم چی میگی. این آرش به چی گفته که حالت به هم خورد؟ هیچ. به من دروغ نگو رونا. فکر من نمیفهمم نه؟ کامیار به طرف زده؟ جواب منو بده. آرش به چی گفته؟ جریان چیه مادر؟ جریانی نیست ماما. معلومه دیگه کامیار تو باره بهت مزخرف گفته. مگه فقط کامیاره؟ اونجا نیما و مسام هستن شاهدن. خب بابا یکی به من بگه چی شده؟ نمیدونم. این مرتی که دوزاری آرش نمیدونم چی بهش گفته. حالش بد شده زنگ زن اورژانس اومده. راست میگه رونا. اورژانس؟ بگو ببینم چی بهت گفته. هیچی. یه چیزی بین خودمون بوده. بین خودتون؟ کارت به اورژانس کشیده. بابا یکم یواشتر. بابات میشنوه. بابا نباید بفهمه. خب اول بذار ببینیم جریان چیه. اون دفعه که میگفتی آرش یه مشکلی داره به این دعوا ربط داره؟ نمیدونم. خب اصلا سر چی دعواتون شده؟ برای چی سرت داد زده؟ چی دیگه ما میگم یه چیزی بوده بین خودمون. خب الانم خودمونیم دیگه. من مادرتم اینم برادرته. تو رو خدا فراموشش کن. چی رو فراموش کنی؟ اومده هر چی از دهنش در اومده بهت گفته. هر چی بود تموم شد و رفت. دیگه اسمش هم نمیخوام بشنوم. خیالتون راحت شد؟ آخه واسه چی مادر؟ مگه چی شده؟ خب بگو ببینم چه اتفاقی بینتون افتاده. آرش زده زیر همه چی. چی؟ غلط کرده. یادش رفته چقدر التماس میکرد؟ بسه دیگه. ول کنه. چی بسه ول کنین فراموش کنین؟ من حسابشو میذارم کف دستش. نمیخواد بی خودی بری سراغ اون. منو سبک بکنی. گفتم دیگه کاری به کارش ندارم. یکم آروم شدی بیا بیرون. بابات شک میکنه همش نشستی تو اتاق. سلام بنفش. من رونا. میخوام ببینم ات. سلام آمان جان. سلام آمان. شادی؟ بله داداش. یه دقیقه میای تو اتاق من کارت دارم. اومدم. برای چی رفتی تو شرکت جار زدی که رقم مزایده رو تو گفتی؟ من اینکه بهرام با کارگراش اومده بودن شرکت داشتن همه ما رو مینداختن بیرون. به تو چه ربطی داشت؟ قاسم خودش فکر میکرد. تو برای چی با قاسم کمک میکنی؟ به تو چه ربطی داره؟ چرا نمیفهمی؟ من مجبورم. منم مجبور بودم. بچه شام کشیدم بیاین بخور. الان میام اونجا. چی داشتین به هم میگفتین؟ ما هیچی چیزی نمیگفتیم. هیچی نمیگفتین. نه مادر. بهرامی با کارگراش اومده بودن شرکت داشتن همه ما رو مینداختن بیرون. منم گفتم من رقم مزایده رو گفتم. میخواستم اشتباهم جبران کنم. اشتباه کردی این کار کردی. اشتباه اینه که آدم پنهون کاری کنه. یه وقتای پنهون کاری لازمه. به خاطر کسایی که آدم دوستشون داره. پنهون کاری هیچ فایده ای نداره. بدتر باعث میشه آدم به دروغگویی بیفته. بهتر که از زبون خودش شنیدن. الان فکر میکنن اینا سامان با هم همدست بودن. جفتشون هم مثل بهرامی کار میکردن. غلط میکنم بگن. سلام بابا جان. سلام بابا جونم، حالت خوبه؟ الحمدلله خوبم بابا. ولی صدات که میگه خوب نیستی. تو رو خدا اگه طوری شده به من بگو بابا. نه بابا خوبم. از قاتل خبری شده؟ نه بابا. یعنی چی؟ یعنی آب شده رفته تو زمین؟ حالا خیلی هم معلوم نیست که کار اون باشه. مگه خودتون نگفتیم برای انتقام اومده؟ آره گفتم، ولی دلیل میشه که قاتل پشمان اون باشه بابا. حیف پشمان بابا. حیف. نمیدونین چقدر دلم براش تنگ شد. من هم همینطورم بابا. وقتی این ساعت ها که میشه حسابی آشفته و
بیقرار میشم. مثل این که عمو جلالت بابا، من باهات خداحافظی میکنم. آسن، یه املتی بهت بدم بخوری که تو عمرت نخورده باشی. میگم جلا جانم، تو هر شب پا میشی میای پیش من، میترا زنت از دستت ناراحت نمیشه؟ او از خداش هم هست. دیشب با همه دوستاش رفته بود سینما، امشب هم همه رو دعوت کرده خونه. نترس، تنها نمیمیره. خدا بیامرزه همسرم زهرا رو، وقتی زنده بود با میترای تو هر روز میرفتن این بر اون، وقتی که مرد زندگی ما هم دیگه از هم پاشید. امید من به این دوتا بچه بود که سرنوشت پسرکم پژمانمون میشد. قاسم جان انقدر فکر و خیال نکن، اتفاقی که افتاده تو باید تمام حواستو بدی به دخترت. شکر خدا نبدارم که شدی، زندگی همینه. آسه میگم یه دوتایی بریم سفر، حال هواز عوض میشه. منم خیلی خستم، مطب و خیریه جونمو گرفته. نمیتونم جانو، من باید بفهمم حرفای این پسرک چقدر راسته. همون اول باید به پلیس خبر میدادی. اصلا به تو چه؟ تو که پلیس نیستی که میری این برمون برای کارار میکنی. تو چرا حرفای منو نمیفهمی جلال؟ من مطمئن نیستم که این پسر سامان قاتل پسر منه. چرا نمیفهمی؟ اصلا غلط کرده، راه افتاده اومده ماهی سرا، مزایده رو به گن کشیده. بی خود کی نداشته؟ مگه تو کاری کرده بودی؟ نمیدونم، اینم از شانس بد منه. من موندم تو کم عقلی کردی به پلیس خبر ندادی. آرش چه این کار نکرد؟ من اون روز کار داشتم، اگه باهات اومده بودم الان سامان دست پلیس بود. بیگناه هم اگر باشه پلیس زودتر از من تو میفهم. سر بیگناه که بالای دار نمیره. جلال، اگه به یکی بگی که شماره کارت تو بده من میخوام پول به حسابت بریزم، بگه نه، تو راجبش چی فکر میکنی؟ من فکر میکنم که میخواد مالیات نده. برو بابا. به به، املت آماده. چیکارم داشتی؟ چرا نیومدی دفتر؟ من همینجام نمیخواستم بیام، انقدر اصرار کردی اومدم. پرسیدم چیکارم داشتی؟ من که شکایتمو پس گرفتم. برای همین گفتم بیای. چرا یهو شکایتتو پس گرفتی؟ هرچی، واسه تو چه فرقی میکنه که من چرا شکایتمو پس گرفتم؟ فرق میکنه، میخوام دلیلشو بدونم. واسه همین کار مسخره منو کشوندی اینجا. صبر کن، خواهش میکن، میخوام دلیلشو بدونم. مهمه برام. مربوط به آرشه؟ میدونستم در مورد آرش میخوای ازم سوال بپرسی. نه، این موضوع هیچ ربطی به آرش نداره. پول داده بهت؟ گفتم نه، به آرش ربطی نداره. خب پس برای چی او شکایتتو پس گرفتی؟ اینش دیگه به خودم مربوطه. حتما آرش یه پول درست حسابی بهت داده که راضی شدی دیگه، نه؟ ببین، اون بیچاره روحش هم از این ماجرا خبر نداره. گفته به من چیزی نگی. خیلی ساده، یکم چشاتو باز کن.
دور و بریاتو بهتر بشناس. همین. چه دقیقه به من مغزه رو بینیم تو محصه رو بیار محصه رو برای چی؟ وکالت دیگه یا جان؟ نه یادم نرفته ببین چیز فقط فردا بریم من گیرم به جون تو بریم امرو فردا باید برم آقا کارت ملی ممنون نیستش من خب باشه میریم خونه برمیداریم بعد میریم نه کلن کارت همون دادم تعویض الان کارت ندارم مجید چرا بهونه میاری؟ دفعه پیش گفتی کار دارم الان میگی کارت ملیم نیست خودش تو هیچ کاری واسه من نمیخوای بکنی دمت گرم خدا وکیلی میخوام برات کاری کنم به جون امیر میخوام جدی میگم ولی کاری که میدونم اشتباهه رو نه من ازت نظر نخواستم من فقط بهت گفتم کمکم کن آقا این کمک نیست الان تو این وضعیت ول کنی بری خارج از چاله در اومدی افتادی تو چاه چاه از این بدتر داداش من تحت تعقیبم یه نفر آدم نیست شهادت بده من اون شب برنگشتم شرکت مجید منو بگیرن اعدام هم میکنم میفهمی؟ چرت و پرت نگو تو هم آقه الکی که اعدام نمیکنن آدمو بعد تو الان اینجوری ول کنی بری نامزدت هم از دست میدی نامزد ندارم باش خدافظ چی شد؟ وایسا ببینم وایسا اون دختر بیچاره اینقدر داره به خاطر تو بدو بدو میکنه وقتی میخوای ولش کنی بری دوستت داره امیر تو هم دوستش داری دیگه میدونیم با یه کار احمقانه خواهش میکنم همه چیزو خراب نکن آقا ببین من هستم من کمکت میکنم نامزدت هم هست کمکت میکنه نمیذاریم همینجوری بیگناه محکومت کنم تو میخوای کمکم کنی؟ بریم محضر من میخوام کمکت کنم اما محضر نمیام چون میدونم اشتباه پس خیلی مراقب خود باش خدافظ کله خر کجا داری میری الان؟ امیر شما خسته نباشی جانم من میخوام خونه همو بفروشم خونتون کجاست؟ همین کوچه بالایی خونه آجوری در سفیدابیه اون خونه قدیمیه؟ مثل چنده الان اونجا؟ اونجا حدود 4 بیشتره بیشتر نمیارز چند متر خونتون؟ 50 50 میشه تقریبا 200 قیمت خوب بهت گفتم کرد راحت من پولشو زود میخوام الان مشتری نیست بین راحتی فروش نمیره یکم عجله دارم به خاطر نمیگم عجله داری که باید زیر قیمت بدی چقدر مثلا زیر قیمت مثلا 150 150 خیلی کمه یه ذره انصاف داشته باشید مشتری نیست اونم دست به نقد اول بگین 180 که برای منم خوب باشه بگین اگه 150 بدی 2-3 روزه میتونم واسه ردیفش کنم خونه مال خودته دیگه خوش مشکلی نیست میتونم تو این چند روزه مشتری ردیف کنم سند بزنم فقط مدارک همراه تون من چک کنم اینو سفارش های جدیده نمیخواستم بیا خودتون تا ماهی سر رو بیایید این بود که خودم اومدم مزاحم شدم خدا بیامرز آقا پژمانو خدا رحمت کنه رفتگانتون حیف اون همه آقایی و معرفت و اخلاق یه دونه بود دیگه لنگش پیدا نمیشه حالا وضع ماهی سرها چطوره؟ بد نیست تا وقتی که اون خدا بیامرز بود خودش میدونست چی کار بکنه
ولی ما هم همه سعیمون رو داریم میکنیم. این اسناد رو باید میدادی به خانم جوانمردی، اون اینا رو رسیدگی میکنه. چرا آوردی برای من؟ تا اون هستش میتونید باش همکاری کنید که کار مایسر رو بچرخه. از روزی که بهرامی اومد و جلوی همه گفت که چی کار کرده دیگه اون برای پیداش نشده. چون همه میدونن خیانت کرده دیگه روش نمیشه اون برای بیاد. همه میگن دستش با سامان توی یه کاسه بوده. با هم نقشه ریخته بودن که رقم مزایده رو به بهرامی بدن. لابد بهرامی هم پول خوبی بهشون داده. حرفا درست نیست. این حرفا رو نزنید. اگه این حرفا درست بود نمیمد تو ملای عام به همه چی اقرار بکنه. خب پنهان میکرد. جسارت آقا. از کجا ما مطمئنید؟ از اونجایی که این زن با شجاعت جلوی همه اشتباهات خودش رو اعتراف کرد. اگه حرفایی که اون زد نبود بهرامی تا حالا صد باره مایسرا رو مال خودش کرده بود. این زن از حیثیت خودش مایه گذاشت تا مایسرا برای ما بمونه. نمیدونستم نیومده. من باید بهش زنگ بزنم. جواب نمیده. آدرس خونش رو نداری؟ باید تو فرم استخدامش باشه. خب زنگ بزن مایسرا به یکی از بچه‌ها بگو برن پروندهشو در بیارن. آدرسش رو وسط بفرسته. چشم آقا. الو کریم. برو تو اتاق اداری توی فایلای استخدام این فرم استخدام خانم جوامردی رو در بیار. آدرسش رو پیدا کن واسه من بفرست. بایستید کمکتون کنم. تو ماشین منتظر باشت من. باشو. منزل شادی جوانمردی؟ شما؟ من قاسم شریفی هم. بفرمایید تو. سلام علیکم. سلام خانم. خیلی خوش اومدیم. الو آرش. آقا قاسم اومده اینجا. خودم هم شوکه شدم نمیدونم چرا اومده. آره تو نیا من خودم بهت خبر میدم. خانم حتما میدونید که دخترتون چه کار کرده. بله خیلی هم شرمندم. این دختر رو من بزرگ کردم. بچه من حلال حروم سرش میشه. باور کنین آقای شریفی که اون رقم رو عمدن به سامان نداده. من اصلا نمیدونستم سامان از شما کینه داره که میخواد به رقم به بهرامی بگه. باور میکنم چون هیچ کس نمیدونست. تو هم تو این مدت همه تلاشتو کردی که کارها رو جور بکنی. همین که اون مسئله رو افشا کردی خودش کار مهمیه. کمترین کاری بود که میتونستم بکنم. من اومدم که ازت خواهش کنم که برگردی به شرکت. بدون تو کار اونجا لنگه. من روم نمیشه جلوی کارگرا. اونا همشون الان فکر میکنم من خائنم. تو کاری رو که من میگم انجام بده. اون مسائل خودم درست میکنم. فعلا مهمترین مسئله چرخیدن چرخ مایسر است. با بهرامی میخواین چی کار کنین؟ بهرامی کاری نمیتونه بکنه. رفتم علیهش رسمن به مزایده شکایت کرده. چای آماده است من بیارم خدمتتون. خانم زحمت نکشید من باید برم. اختیار دارین یه چاییه.
باید یه بار دیگه سامانو ببینم. هنوز نمیدونم حرفاش راست بود یا دروغ بود. متوجهم، اما من بهتون قبلا هم گفتم سامان جواب منو نمیده. یه بار بهم زنگ زد، اونم فقط میخواست حال شما رو بپرسه. من مطمئنم تو میتونی یه کاری کنی که من دوباره ببینمش. تو میتونی. با اجازه ببخشید. خواهش میکنم. خدا نگه دارم. بذارید کمکتون کنم. حالتون خوبه؟ خوبه. سلام، نون گرفتی؟ یادم رفت ماما. عیب نداره، خودم میرم. خب الان میرم میگیرم. نه مادر، یه کمی هم خرید دارم خودم. قاسم اینجا چی کار داشت؟ میخواست منو برگردونه شرکت. چیزی که از من نفهمید نه؟ نه. میخواست دوباره سامانو ببینه. حالا میخوای چی کار کنی؟ نمیتونم. بهتر قاسمو ببری پیشش. سامان داره میره. کجا؟ قبل اینکه بره این کارو بکن. این پیره مرده بیچاره گناه داره شادی. اون دفعه هم که این کار کردم سامان خیلی از دستم ناراحت شده بود. بیچاره تازه پسرش رو از دست داده، الان فکر میکنه مرگ پسرش به گذشته خودش مربوطه. نبریش فکر و خیال از پا میندازدش. سلام. سلام. داری میری شرکت؟ آره. مامان هنوز خوابه؟ یکم به هم ریخته است، نگرانشم. طفلی این مدت خیلی فشار روش زیاد بوده.
من که نمیرسم، تو یکم بیشتر حواشو داشته باش. باشه؟ آرش تو دیگه نمیری دفتر؟ اصلا از رونا خبر داری؟ باهاش به هم زدم، نمیتونستم بذارم پاسوز من بشه. من سرنوشتم مشخصه، قتل کردم، نمیتونم بذارم درگیر این ماجرا بشه. خیلی دوستت داره، به این راحتی ازت دست نمیکشه. با کاری که من کردم دیگه فکر نکنم اصلا دلش بخواد منو ببینه. چی کار کردی؟ حرفای بدی بهش زدم. ولی تو هنوز دوستش داری، درسته؟ چه فایده؟ آخرش چی؟ در زم کیفم افتاده بودش تو شرکت. کی؟ همون شب. الان کجاست؟ مرتضی پیدا کرده بود. مرتضی؟ از روی عکسی که توش بود و آدرس کافه عمو اسماعیل منو پیدا کرد. بعدم ازم اخاذی کرد تا اینکه. تا چی؟ تا اینکه نمیدونم کیفم چجوری افتاد دست کامیار. ای وای، ای وای خدای من. من نمیخوام رونا بفهمه من قتل کردم. اگه کامیار حرفی بزنه چی؟ نمیگه. الان فکر میکنی من چه آدم بدی هستم؟ نه، الان مهم اینه که مدرک دست کامیاره. میتونی رو حرفش حساب کنی؟ نه، واسه همین شاید مجبورشم برم. بری؟ کجا بری؟ نمیدونم، هر جایی. بالاخره این ماجرا مخفی نمیمونه، چاره ای ندارم. شادی آرش، چه بلایی بود سرمون اومد. شرکت به آقا قاسم قول دادم، من اصلا دلم نمیخواست برم. واسه من تا ایسکا اتوبوس میرسونم. یعنی ما خودمون مشکل خانوادگی خودمون نمیتونیم حل کنیم؟ اصلا بابا راضی ما یه همچین جایی باشیم. اسمم خدا بیا مرزا نیف. میخوام بگم اصلا لزومی نداره ما پومو به یه همچین جایی باز بشه. این حرفا رو به تو به قاضی بزن. بیتون آقای قاضی، پدر بچه ها بیشتر از 2 سال فوت کرده، خواهر برادرش بهش اعتماد کردن، وکالت دادن، این آقا هم رفته زمینای پدری رو فروخته، زده به کار، سهم اونا رو هم نداده. خب من که نمیخوام سهم خواهر برادرم بخورم. مهلت بدین تا چند وقتی که پولشونو میدن. چقدر مهلت بدم؟ مدام داره میگه مهلت بدین، هیچ کاری هم نمیکنه. چرا سهم خواهر برادرتو نمیدی؟ آقای قاضی، من که نمیخوام سهم کسی رو بخورم. الانم از شما خواهش میکنم، شما به مادر بگید به من این فرصت رو بدن. خانم، شما این مهلت رو بهشون میدید؟ نه خیر آقای قاضی، دیگه مهلت نمیدم. بالاخره بهترین قضیه بین خودتون دوستانه حل و فصل بشه. برای خودتون هم درست نیست. اگه قرار بود دوستانه حل و فصل بشه که ما اینجا نبودیم. ماما، من دیگه خسته شدم، هیچ مهلتی نمیدم. اصلا من هیچ کارم، زنگ میزنم خودشون بیان ازت شکایت کنن. اگه صلح نکنیم پرونده میره دادگاه. بفرستید آقای قاضی، بفرستید دادگاه. منم گفتم الان واقعا نمیتونم. پایین حساب پروندهتون رو ارجاع میدم به دادگاه. جونه هر کی دوست داری کوتاه بیا. با من صحبت نکن. حداقل یکم دیگه صبر کن. بخواد من را نیا. صبر کن ماما. سلام رونا. باشه. دادم به کسی که دوستش دارم خیلی تنگ شد. آقا چرا دست سر من برنمیدی؟ همه چی علیه سامانه. باید قصاصش کنم. من پسر اون بدبختی هم که سکته دادی کشتیش. دست به من نزن. بالاخره همه میفهمن سامان قاتل. چرا یه نفر میتونه کسی باشه؟ با التماس به اینجا استخدام بشه بعد بزنه صاحب کارش. داری منو بازی میدی. فکر میکنی نمیفهمم؟ پسر آقا. با شما. توی تاریکی شب.
آه در جریان بود.